امیدوارم که عالی باشید. یکی از مشکلاتی که هنرجوهای مبتدی سیاه قلم باهاش مواجه هستن، اجرای بافت پوست و ایجاد این نورهای خیلی ریز متراکم با استفاده از پاپکن برقیه که من اینجا براتون یه ترفند خیلی خفن میخوام یاد بدم تا به راحتی بتونید این بافت پوست خیلی ریز و متراکم رو ایجاد کنید. با من همراه برای اجرای بافت پوست خیلی طبیعی و ریز که با استفاده از پاپکن الکتریکی یا شارژی میخواییم اونو اجرا کنیم، یه ترفند اینجا یاد میدم که بتونید این پاپکن رو کنترل کنید و به صورت سقوط آزاد نیاد روی مقوا، چون که بالاخره این یه وزنی داره و در اثر عدم کنترل این دوندون‌های ریزی که میزنید شاید خیلی درشت‌تر و غیر طبیعی بشه. اسم این ترفند رو گذاشتم مقوای فنری، به این حالت که شما این چسبی که دور کارتون میزنید دو زفت رو باز میکنید، یعنی فقط یه گوشه از اون رو یه مقداری به مقوا تاب میدید و این در واقع خمیدگی که به مقوا میدید و دوباره اونو میچسبونید روی کار، به این حالت که میبینید مقوا یه مقداری باد کرده روی تخت شاسیتون باشه. این کار باعث میشه که یه مقداری مقوا حالت فنریت درش به وجود بیاد و شما به راحتی بتونید با استفاده از پاپکن الکتریکی بافت پوست رو بزنید. ببینید من میخوام این فنریت مقوا رو براتون نشون بدم. این در واقع یه ترفندیه برای خونسا کردن وزن پاپکن الکتریکی که به راحتی کمک میکنه برای شما تا بتونید اونو خیلی راحت کنترل کنید و شما میتونید به این شکل بافت پوست خیلی ریز و طبیعی رو روی کارتون اجرا کنید. پس بهترین روش برای کسایی که مبتدی هستن و نمیتونن با این پاپکن کار کنن یا وزن اون رو نمیتونن کنترل کنن و خیلی به صورت شدید و سقوط آزاد میخوره روی مقوا و در نتیجه بافت پوستشون درشت و غیر طبیعی میشه، این روشیه که براتون یاد دادم و با این ترفند شما میتونید مقواتون رو به حالت فنری در بیارید و خیلی راحت بافت پوست طبیعی و ریز رو روی کارتون اجرا کنید. به همین سادگی. لایک و سیو فراموش نشه. منتظر ترفندها و تکنیک های ناب من باشید. فعلا بدرود.